قیافش به من نرفته ولی اخلاقش خوب به خود. فلسفه پول در آوردن و ارزش ساختن کلا به این شکلی که شما توی اون محیط حریم شخصی که داری، یعنی توی پرایوسیتون، یه چیز رو اول میاد تولید میکنید و بعدش توی یک روز مشخص میاد اونو به بازار عرضه میکنید و پابلیک میکنید و به این شکل وقتی که حالا اون چیزی که درست کردید از سمت یه سری آدم دیگه خریداری میشه، شما میتونید سوداوری داشته باشید. فرمول همیشه جواب میده توی کارهای مختلف و بلاگرا و اینفلوئنسرا و کسایی که توی فضای مجازی هم کار میکنن دقیقاً همین روند رو میرن جلو. حالا چون بلاگرا اساساً کارشون اینه که زندگی شخصی که دارن رو به شکل یه ریالیتی شو بیان به بقیه نشون بدن، طبیعتاً باید هر دفعه برای اینکه یه ارزشی بتونن درست بکنن، بتونن ایمپرشن بگیرن، دیده بشن، یه قسمتی از زندگی شخصیشون که پرایوت بوده، یعنی حریم شخصیشون بوده، کسی اجازه دخالت نداشته، رو بیان پابلیک بکنن و به مردمی که دنبالشون میکنن نشون بدن. راجبه همه چیزم هم همین جوریه. مثلا وارد رابطه شدن و بعضیا پابلیک میکنن، کات کردن و بعضیا پابلیک میکنن، بعضیا نمیکنن. بعضیا وقتی بچه دار میشن میگن تا یه سنی مثلا ما نمیخوایم بچه‌مون نشون بدیم. بعضیا از همون اول حتی موقعی که به دنیا هم نیومده میان پابلیکش میکنن و به این همین طریقه که میتونن ایمپرشن و ویو بگیرن دیگه. به هر حال ملکا تمامی هم خب به عنوان یکی از بزرگترین بلاگرایی که داخل ایران هست این کارو بارها انجام داده به طرق مختلف، یعنی رابطه‌های خیلی زیادی داشته، اکثرشون هم پابلیک شدن، یعنی خودش اومده راجبشون صحبت کرده و خیلی وقتا خب اینجوریه که میگه بقیه نباید مثلا راجبشون صحبت بکنن، در صورتی که وقتی یه چیزی پابلیک شد اجازه این که همه راجبش نظر بدن دیگه وجود داره. یعنی دقیقاً به همین دلیله که توجه میگیره دیگه، اگه بقیه نبیننش و راجبش نظر ندن که اصلا ایمپرشنی نمیگیره و طبیعتاً کسب درآمدی هم برای اون فردی که این کار رو میکنه نداره. در رابطه با نفس، بچه ملکا تمامی و علی یاسینی که هنوز فکر میکنم خیلی ها در واقع ادعا رو قبول نداشته باشن که بچه علی یاسینی، چون خودش به صورت رسمی هنوز گردن نگرفتتش و من شنیدم که یکی دو بارم غیر مستقیم گفته که من بچه‌ای ندارم، یعنی همه اینا دروغ. اما به هر حال با تمامی چندین بار عکس شناسنامه رو منتشر کرده، چندین بار این حرفو زده و به نظر من اگر اینجوری نبود علی یاسینی یه شکایت درست حسابی میکرد که همچین اتفاق نیفتاده. یعنی بارها گفتن که خانواده مثلا علی یاسینی شکایت کردن ملکا تمامی افتاد زندان، تا الان همچین اتفاق نیفتاده و به نظر خود من این ماجرا کاملا حقیقت داره. Speed to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. Chase the night, wanna dance to the light, pulls us from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top, we're gonna be two hearts running wild. با وجود اینکه ملکا تمامی خب چندین بار گفته که نمیخواد اصلا بچه‌ش رو تا یه سنی بیاره توی فضای مجازی، اما این کارو چندین بار خودش کرده دیگه به شکل پابلیک، یعنی بچه‌ش که قرار بوده توی حریم شخصیش باشه رو میاد پابلیک میکنه که منطقی هم هست. یعنی به هر حال همه باید همین کارو بکنن تو هر حوزه‌ای که کار میکنن و ملکا تمامی هم بلاگره دیگه، یعنی زندگی شخصیشو بعد یه قسمتایشو هر از چنگایی از حالت پرایوت در بیاره و پابلیکش بکنه و انجام که همونطور که میبینید بچه‌ش کامل چهرهش مشخص شده دیگه، یعنی اینجوری هم نیست که حال چهره بچه‌شو نشون نداده باشه. اینجا یه در واقع کلیپ تبلیغاتی هم بود که فکر می‌کنم برای اولین بار خیلی واضح چهره نفس رو توش نشون داد. نه کار دارم دیگه، میخوام برم، من فضولم، میرم ببینم دایرکت قبلا چی داده بهم بعد بلاک میکنم. کدوم اخلاق نفس به خودت رفته؟ 95% اخلاقای نفس به من رفته. درست قیافش به من نرفته ولی اخلاقش خوب به خود. نه 50-50. نه بیشترش به من رفته، فقط درونگراییش به من نرفته. خدایی
ازدواج میکنن منو دعوت نمیکنن. نه چون یه جا دیگه تتو زدم منو بلاک کرد و عروسیشم منو دعوت نکرد. چقدر غزل حرف میزنه. این غزل لیست شیباست. همونطور که خود ملیکا هم گفت اصلا نفس شبیه خود ملیکا نیست و اتفاقا خیلی از کسایی هم که حالا دنبال میکنن فالوئر علی یاسینی یا ملیکا تمامی هستن دقیقا از روی همین اثبات میکنن که نفس بچه علی یاسینی چون به شدت شبیه همن، یعنی یه ورژن بچگونه یه دخترونه علی یاسینی به نظر میاد نفس که توی کلیپ قبلی هم کامل مشخص بود و اینجا ملیکا هم خودش اقرار کرد که اصلا شبیهش نیست و نظر اخلاقی هم گفت درونگرایش فقط به من نرفته، که همونطور که میدونیم موزیسین ها کلا آدم های درونگرایی هستن، یعنی عملا داشت میگفت که این درونگراییشو از علی یاسینی که پدرش باشه گرفته. اپ ها و نرم‌افزارهای مختلفی به اپ های ای آی و هوش مصنوعی هم وجود داره که حالا شباهت بین دو تا تصویر رو میتونه بده. من یکیشو مثلا رفتم تست کردم و نتیجهشو الان دارید توی تصویر میبینید. وقتی که عکس نفس و ملیکا تمامی رو آپلود کردم شباهتشون رو گفت 48.29% که خب این نکته هم باید در نظر گرفت که عکس خیلی واضحی از نفس وجود نداره، یعنی که خیلی بخواد با کیفیت باشه، اما با این وجود خب شباهتی که بین ملیکا و نفس بود 48% بود. اما وقتی که مقایسه کردم با خود عکس علی یاسینی بود اما وقتی که مقایسه کردم با خود عکس علی یاسینی شباهت چهرهشون رو 66.37% خروجی داد، که همین نشون میده که خب شباهت خیلی بیشتری با هم دیگه دارن. و اینم خب یه برحال فکتیه که برای کسایی که هنوز باور ندارن که نفس بچه علی یاسینی میتونه اثبات بکنه که نفس شباهت خیلی زیادی به علی یاسینی داره و به احتمال خیلی زیاد بچه‌ش. عاشق که چرا خیلی فکر میکردم عاشق شدم ولی تا عشق واقعی تجربه نکردم، تازه عاشق شدم. اول در مورد عشق اول صحبت میکنم. عشق اول هم در همین تازگی هست. تازگی هست؟ یعنی پسان نداشتی شده؟ کجا آشنا شدی؟ کجا آشنا شدیم؟ اینستا. یعنی ایشون دایرکت داده؟ نه. شما دادی؟ آره. شما باز علاقه کردی؟ نه. بس چیشون؟ خب داستان داره، شاید نمیتونم بگم. نه نمیتونم. خب چه چیز خاصی که نیست؟ اولین باری که فهمیدید عاشق شدید که بود چی شد؟ خب اون موقع که بهش دایرکت دادم که عاشقش نبودم. خب بعدش چی شد؟ بودیم با هم، دوست معمولی بودیم. بعد 7 ماه پیش عاشق شدم. هنوزم هستیم با هم؟ دوست نیستیم، دوست پسرم نیست. چجوری عاشق همین دوستش دادی؟ من عاشقشم. ایشون چه اسمیه شما؟ من نمیدونم اسم ایشونو. مثال نپرسیدین؟ نه. سوالی نیست. حس گفتنی نیست، حس نشون دادنیه. خب حس کردید که ایشون شما رو؟ بعضی موقع آره، بعضی موقع نه. کلا یه اعتقادی هم که نسبت به تو میشه بود که خانم ملیکا تمامی خیلی زرد عاشق میشه. میگم تا الان فکر مثلا نمیدونستم واقعا عشق چیه. همین حالا فکر کردم که خب همین که از طرف خوشم میاد و لحظه های خوبی باهاش دارم یعنی عاشقشم دیگه. ولی واقعا نه، این عشق نیست. بعد احساس من تا الان هر چی بوده پوچ بوده. عشق واقعی تازه تجربه کردم. بعد ازت خواسته که مثلا دیگه تو حق نداری تو فضای مجازی باشی. فعلا نه، ولی اگه بخواد رو چشم. یعنی حاضری تمام این شهرت تو تمام اینا رو بذاری کنار به خاطر نوع دوست داشتن؟ بله. چرا؟ مگه این طرف چی داره که بقیه؟ همونطور که فکر می‌کنم در جریانم باشید، محکل که یه مدتی هست دعوا شده با ملیکا و دیگه از هم دیگه جدا شدن، عکس پروفایلشون رو عوض کرده بودن، پیجش بسته شد با 290 هزار فالوور و حالا به نظر میاد که دست پلیس فتا هم هست. نوشته شده که طبق دستور مقام محترم قضایی به علت انتشار تصاویر محتوای مبتذل توقیف گردید. که خب از همون اول هم که اتفاق افتاد بعضیا این فرضیه رو درست کردن که ملیکا حالا رفته یه راپورتی داده، یه کاری کرده، هرچند که خود محکل همچین چیزی رو هیچ وقت نگفت. منم یه مقدار بعید میدونم که این باشه، چون ملیکا هم بعدش اومد یه استوری گذاشت که گفت این خبری اومده که خیلی از بلاگرها میخوان صفحه‌شون رو ببندن و این استوری رو دقیقاً همزمان با همین بسته شدنه گذاشت. فکر می‌کنم که واقعاً یه اتفاقی داشته میفته، البته خود پیج ملیکا که بسته نشده، اما یه مقدار بعیده که حالا بخواد در واقع ملیکا همچین کاری رو کرده باشه، چون خود محکل هم همچین ادعایی رو هیچ وقت نکرده. دلیل دعوا با محکل رو نمیگی؟ نه نمیگم. میتونید مثل همیشه خودتون داستان بسازید براش. یه خواهر دارم یه برادر. آره دیگه داستان بسازید. قصه این سری با شما.
یه بار که سر نیکی نابود زده گفتیم ملیکان بخشید و شوهرش بوده، یه بار سر دلارام اینو گفتیم که اینجوری قطع رابطه کردن. نوبت محکل، محکل شوهر رو داره منتها یه چیز دیگه براش پیدا کنه. به خاطر اشتباه تمام خوبی ها رو فراموش نمی کنم. من اگه صدم رو برای کسی میذارم توقع دارم حداقل تو یک سری مواقع پیشم باشم. همین توقع من اینه، حالا یا زیادیه یا نیست دیگه. شما اگر مشکل داری با من دوستی نکن. 4 ثانیه و خداحافظ.